سلام، درود به فاکتور استدیو، خوش اومدید. من عرفان هستم و امروز با معرفی تیم‌های سه نفره کامیک بوکی در خدمت شما. اگر شما برای اولین باری که به اینجا سر میزنید، با سابسکرایب کردن کانال و فعال کردن زنگوله سایر ویدیوهایی که واسه تون میسازیم ما از دست ندید. و اگر دوست داشتید میتونید پیج اینستاگرام ما رو که آیدیشو براتون توی دیسکریپشن گذاشتم فالو کنید. خب فکر نکنم حرف دیگه ای باقی مونده باشه. اگر آماده اید برو بریم سراغ ویدیوی امروز. Let's go. شماره 8، کیکاس. کی از فیلم کیکاس یادشون میاد؟ در سال 2010 یک فیلم عجیب و غریب ابرقهرمانی ساخته شد و خیلی سر و صدا به پا کرد. طبق معمول مثل بقیه فیلم‌های ابرقهرمانی، داخل این فیلم هم ابرقهرمان‌ها لباس مخصوص به تن می‌کردن و با جرم و جنایت مبارزه می‌کنن. این فیلم که بر اساس کامیک بوکی که توسط جان رومیتا و مارک میلر طراحی شده بود ساخته شده، داستان یک نوجوان دبیرستانی رو روایت می‌کنه که هیچ قدرت خاصی نداره و دلش می‌خواد تبدیل بشه به یک ابرقهرمان. و برای خودش یک اسم و لقب به اسم کیکاس انتخاب میکنه که معنیش به فارسی میشه بزن بهادر و تصمیم میگیره که بره با جرم و جنایت مبارزه کنه. اما یک جا توی یک مخمصه گیر میفته و اونجاست که با بیگ دادی که یک پلیس قدیمی و میخواد که مافیای مواد رو نابود کنه مواجه میشه. بیگ دادی مأموریتاشو با دختر 10 سالش هیتگرل انجام میداد و بعد از اون بزن بهادر هم بهشون ملحق شد و از اونجا بود که این تیم سه نفره به فعالیتاش ادامه داد. شماره 7، دیفندرز یا مدافعین. بعد از اینکه داخل سال 1971 اونطورا کامیکای دکتر استرنج دیگه کنسل شده بود، داخل کامیکای دیگه حضور پیدا میکرد و داشتش با موجوداتی به اسم نامیراها مبارزه میکرد و برای اینکه بخواد اونا رو شکست بده نیاز به کمک ابرقهرمانای دیگه داشت که میاد با نیمور و هالک تیم اپ میکنه و اونجا هسته و بنیان دیفندرز شکل میگیره. ایده شکل‌گیری این گروه هم به کله روی توماس رسیده بود که اون رو داخل شماره 1 کامیک مارول فیوچر به نمایش گذاشت. اونا اولین دشمنشون یک جادوگری به اسم یاندروس بود و کلاً تیم با این هدف درست شده بود که دکتر استرنج بره با موجودات ماوراءطبیعی بجنگه و داخل این مسیر به کمک ابرقهرمانای دیگه نیاز پیدا میکنه که هالک و نیمور اولین کسایی هستن که بهش ملحق میشن. بعدها هم که موج سوار نقره‌ای یا همون سیلور سرفر هم به گروه ملحق میشه، ولی تیم ابتدا با این سه نفر شکل میگیره و از اونجا به بعد که داستانای جذاب دیفندرز یا همون مدافعین ادامه پیدا میکنه. شماره 6، سایکلابس، جین گری، وولورین. اگر داستانه ایکس من رو خونده باشید حتما میگید که بابا چرت و پرت نگو، چی داری میگی؟ سایکلابس و وولورین سایه اما با تیر میزنن. بله کاملا درسته. وولورین بعد از اینکه به ایکس من ملحق شد عاشق جین گری میشه. جین گری ولی اون زمان با سایکلابس بوده و اینجا یک مثلث عشقی شکل میگیره. جین گری کثافت با هر دوتاشون رابطه داشته. اما بعدها این سه نفر با هم دیگه تیم اپ میکنن، اونم بعد از نبودن پروفسور اگزاوی هست که یکی از عجیب ترین تیم های سه نفره شکل میگیره به نظر من. شماره 5، فایر استار، آیسمن، اسپایدرمن. مجموعه اسپایدرمن اند هیز امیزینگ فرند یکی از محبوب ترین سری کامیک های مارویله. توی هر قسمت این داستان اسپایدرمن به همراه دوستاش یعنی آیسمن و فایر استار به جنگ آدم بدا میرن و باهاشون مبارزه میکنن. و جالب اینو بدونید که توی هر اپیزود این مجموعه ابرقهرمان‌های دیگه هم به عنوان مهمان حضور پیدا می‌کنن. جالب اینو بهتون بگم داخل این شماره هم مثل شماره قبلی اسپایدرمن و آیسمن برای به دست آوردن دل فایر استار با هم دیگه رقابت می‌کردن. برای این مجموعه باعث شده بود که بچه‌هایی که به کامیک بوک‌های مارول علاقه‌مندن با سایر ابرقهرمان‌ها هم به خوبی آشنا بشن. شماره 4، هلبوی، لیز شرمن، ایپ سی پی ام. دیگه احتمال زیاد همه تون پسر جهنمی رو میشناسید. هلبوی پسر یک ساحره بودش و توی جهنم به دنیا میاد. باباش هم یکی از اربابای جهنم به نام آزایله. مادرش وقتی که اونو آب سم بود داخل کلیسا میمیره. بعد باباش هم میاد جسد اونو برمیداره میبره جهنم میسوزونه تا بچهشون به دنیا میاد. وقتی هم که این بچه طفل معصوم به دنیا میاد دست راستش توسط باباش قطع میشه و به جای اون یک شی قدرتمند به نام دست راست نابودی یا همون رایت هند آف دوم معروف قرار میگیره. بعدش داخل زمان نازی ها توی جنگ جهانی دوم این بچه رو پرتش میکنن روی کره زمین
پسر جهنمی به دنیای ما پا میذاره و در نهایت توسط پروفسوری به نام براتون هولم بزرگ میشه و به عضویت اداره BPRD در میاد. اون بعدها بزرگ میشه و به همراه دوتا از دوستاش یعنی لیز شرمن و ایب سیپین مأموریت های مختلفی انجام میدن و با موجودات ماورالطبیعی و اتفاقاتی که ذهن بشر قادر به درک اونها نیست روبرو میشه. شماره 3، سایرن های گاتام. این تیم شامل پویزن آیوی، هاردی کوین و کتوومن میشه که برای اولین بار در سال 2009 کنار هم دیگه جمع شدن. این تیم 3 نفره خیلی هوادار پیدا کرده بود و حتی هواداری دیسی میگفتن آقا از این 3 نفر یه اقتباس سینمایی یا یه لایو اکشن انیمیشنی چیزی بسازی، چون واقعا ارتباط این 3 نفر کنار هم دیگه خیلی جذاب. پویزن آیوی بعد از اینکه جوکر هارلی کوین رو پرت کرد یه گوشه، اونو پیدا کرد و ازش پرستاری کرد و علاوه بر اون زمانی که کتوومن هم خیلی صدمه دیده بود و اونو کنار یکی از مخفیگاه‌های جوکر پیدا کرده بود، از اون هم مراقبت کرد و اونجا بود که کتوومن و هارلی کوین با هم دیگه ملاقات کردن و این 3 نفر تصمیم گرفتن که با هم دیگه تیم اپ کنن و از اونجا به بعد بود علاوه بر اینکه پاپیچ بتمن می‌شدن، با دشمنای بدتر از خودشون هم مبارزه می‌کردن. شماره 2، بات فامیلی. خب همونطوری که میدونید بتمن با اینکه خیلی مغرور و دوست داره همیشه تنها کار کنه، اما اغلب اوقات تنها نیست و وابسته است به افرادی که کنارش قرار دارن. آلفرد و رابین دو نیروی جدا نشدنی از بتمنن و همیشه موقع جنایت‌های اتفاق افتاده و هر مأموریتی که هست اونها کنارش قرار دارن تا با هم دیگه اون پرونده رو حل کنن. علاوه بر اون بتمن در عملیات میدانی هم یک تیم اپ 3 نفره داشته و اونم شامل خودش، رابین و بتگرل میشد. و خب این ترکیبات و کنار هم قرار گرفتن این اشخاص خاطرات زیادی رو برای ما رقم زد. و اما شماره 1، شامل 2 تا تیم میشه. یک تیم مربوط به مارول و یک تیم هم مربوط به DC که هر کدوم از این 2 تا تیم باعث شکل گیری معروف ترین تیم های ابرقهرمانی تاریخ شدن، یعنی انتقام جویان و لیگ عدالت. برای مارول این تیم با حضور آیرون من، سور و کاپتن آمریکا شکل گرفت. آیرون من به عنوان مغز متفکر، کاپتان آمریکا به عنوان فرمانده تیم و سور هم به عنوان قدرت این تیم رو شکل دادن. و در DC هم کنار هم قرار گرفتن بتمن، سوپرمن و واندر وومن، مشهورترین ترکیب 3 نفره کامیک بوکی رو به خودش اختصاص داد که در نهایت موجب شکل گیری گروه جاستیس لیگ شد. خب دوستان، این بود از ویدیوی امروزمون. اگر شما فکر میکنید گروهی رو ما جا انداختیم حتما توی کامنت ها بهمون بگید و اگر از این ویدیو خوشتون اومد با لایک و سابسکرایب بتون و معرفی با دوستاتون ازمون حمایت کنید. و تا فاکتور بعدی، خدا نگهدار.